خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستای خوبم. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این قسمت میخوایم ترکیبی بزنیم از ادوبی ایکس دی و ادوبی افتر افکس. در واقع میخوایم یک پروژه موزیک پلیر رو با هم کار بکنیم که طرحمون رو در داخل ادوبی ایکس دی پیاده کردیم و میخوایم که توی ادوبی افتر افکس اون رو انیمیت بدیم و موزیک رو در اون استفاده بکنیم. هدف از این ویدیو اینه که نشون بدیم ما میتونیم حتی برای تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی هم از ادوبی ایکس دی استفاده بکنیم، برای طراحی ظاهر اون بخشی که میخوایم انیمیتش بکنیم با ادوبی افتر افکس، و بقیه کار رو به خود افتر افکس بسپاریم که اون طرح رو انیمیت بکنه. این ویدیو ممکنه به درد شما بخوره و ممکنه که اصلا چون افتر افکس کار نمی‌کنید خب به درد شما نخوره، اما همونطور که قول داده بودم میخوام که ترکیب افتر افکس و ادوبی ایکس دی رو خب کمی با هم کار بکنیم، اما نمیخوایم به صورت پیشرفته بیایم سراغ انیمیشن های پیشرفته رابطه کاربری. قراره همه رو در داخل ادوبی ایکس دی، در داخل خود ادوبی ایکس دی انجام بدیم که خب تا حدود قابل پیاده سازی توسط CSS و این موارد باشه. اما در آینده ممکنه که از افتر افکت برای ارائه طرح خودمون یا طرح نهایی خودمون هم به صورت ویدئویی استفاده بکنیم. خب پس ما میریم سراغ پیاده سازی. البته پیاده سازی کردیم طرحش رو توی یک ویدئو در خصوص ایجاد یک پلیر شیشه‌ای، یه ویدئو دادیم بیرون و اون ویدئو رو میخوایم نتیجهش رو در داخل افتر افکتس انیمیت بکنیم و موزیک به اون اضافه بکنیم. بریم سراغ طرحمون که قراره اون رو انیمیتش بکنیم در داخل ادوبی ایکس دی. خب این طرحی که ما قبلا انجام دادیم و میخوایم اون رو انیمیت بکنیم، مواردی که انیمیت باید بشه، اولین چیز این بخش تایمی که در پس زمینه وجود داره، خب دقیقاً باید به اندازه همون زمانی که داره سپری میشه تایم هم باید بروز بشه. از طرف این نقطه سیک و این نوار سیک بار هم باید به ترتیب پر بشه. و کار اضافه تری هم که اینجا انجام دادیم این هست، این قسمت استروک هم باید انیمیت بشه و تا انتهای ویدیو یا در انتهای صوت این کامل پر بشه. علاوه بر اون میخوایم قطرات بارون رو به صورت رمانتیک در پس زمینه کار خودمون بیاریم و اون رو انیمیت بدیم و از حالت خشک و خالص در بیاریم. خب برای اینکه ما این طرح رو داخل ادوبی ایکس دی وارد بکنیم، حتما دقت بکنید از جدیدترین نسخه ادوبی ایکس دی استفاده بکنید، چون پلاگین جدید ادوبی ایکس دی در داخل نسخه های قبلی افتر افکس خطا تولید میکنه و اصلا اجرا نمیشه. پس این رو حتما مد نظرتون باشه. خب برای اینکه ما این رو منتقل بکنیم، میتونیم هر کدوم از لایه‌ها رو جداگانه منتقل بکنیم یا نه به صورت کلی بیایم سراغ آرت بوردمون و بریم سراغ فایل. حالا افتر افکس رو من اینجا باز دارم، خب آخرین نسخه رو استفاده کردم، نسخه 2022 هست. من میام سراغ فایل و در حالی که آرت بورد انتخاب کردم اکسپورت رو میزنم و افتر افکس اینجا میتونم با میامبر کنترل آلت اف همین کارو انجام بدم. خب سب میکنم ببینم نتیجه کار من اینجا چی میشه. ببینید خیلی خب این هم نتیجه کار من، مشکلی هم پیش نیومد. سعی بکنید افتر افکتتون رو در ابتدای کار باز بکنید و بعد از این برین سراغ ایمپورت کردن یا اکسپورت کردن از افتر افکتس. خب این طرحی که ما اینجا داریم قرار اون رو انیمیتش بکنیم. حالا من میخوام که یک تصویر دیگر رو اینجا قرار بدم و عناوین رو کلا تغییر بدم. پس فعلا اینو من اینجا میبندم و میرم سراغ تغییر عناوینم و خب این رو من اینجا کاری ندارم. این رو اینجا دیلیت میزنم. بله این رو هم اینجا دیلیت میزنم و میرم که تغییر بدم طرح خودم رو. خب طرحی که میخوام تغییر بدم رو این دفعه میخوام یک میوزیک نگران منی با صدای مرحوم پاشایی بذارم. میرم سراغ ایمیجزم، تصویری که اینجا داریم برای مرحوم پاشایی میارم در داخل ادوبی ایکس دی و به راحتی اینجا درگش میکنم، اینو تغییر میدم و عناوین رو اینجا به نام خود میوزیک تغییر میدم. اینجا میشه نگران منی و در واقع خواننده‌اش هم مرتضی پاشایی. خب سینگل سانگش باشه. اینجا یه چیز رو دقت بکنید، اینجا برای اینکه مطمئن بشید که دقیقا همون پنجتا رو تولید کرده، یه تستی کلیک راست آنگروپش بکنید
و ببینید که آیا 5 تا تولید میشه یا 6 تا. خب اینجا 6 تا تولید میشه که در داخل افتر افکتس هم اینجا 6 تا خواهد بود. بنابراین همینجا میتونید اون رو اصلاح بکنید و مواردی ببینید اینجا فضای اضافه داریم. اینجا من باید این رو کلن کمش بکنم، قسمت این که دیگه سر جاش هست و مشکلی از این بابت نداره. الان من اینجا بیام کلیک راست و آن گروپ بزنم، اینجا دیگه درسته و موردی ندارم. خب مورد بعدی، خب بذاریم باشه همین مورد و ادامه بدیم و خب یه سری چالش هم ممکنه به وجود بیاد که اون چالش ها رو با هم رفعش میکنیم. خیلی خب این از این و حالا دوباره سراغ میوزیک پلیر، فایل و اکسپورت تو افتر افکس. خب سب میکنم که اکسپورت من اینجا انجام بشه. بله اکسپورت من اینجا انجام شد. میوزیکی هم که اینجا در نظر گرفتم، من اینو فعلا بندازم پایین. میوزیکی که در نظر گرفتم اینجا در داخل پوشی میوزیک اینجا گذاشتم براتون، میتونید دانلود هم بکنید یا هر موزیک خودتون مد نظرتون هست به مدت زمان 3:50، 3:50. خب من اینو میبندم میرم سراغ افتر افکتسم. خب طرح ما اینجا وارد افتر افکتس شد. همونطور که میبینید یه سری تفاوت‌هایی داره که ما میخوایم توی این قسمت اون تفاوت‌ها رو هم تا حدودی رفع بکنیم. مثلا این قسمت پس‌زمینه رنگی برای اون بک‌گراند بلر رو اینجا نتونسته بیاره منتقل بکنه به این قسمت. یه بوردر تقریبا خاکستری هم داشتیم که اون رو هم نتونسته. میخوایم اون دوتا رو مشکلش رو حل بکنیم و این دوتا رو منتقل بکنیم. خب قسمت سمت چپ در واقع خب یه کامپوزیشن ایجاد کرده تحت عنوان همون آرتوردی که ما داشتیم. اینجا ما قرار نیست افتر افکت رو آموزش بدیم چون خودم هم بلد نیستم و خب ویدیو یا دوره مربوط به آموزش افتر افکت هم نیست. فقط نحوه استفاده از ایکسی در افتر افکت رو میخوایم یه مروری با هم داشته باشیم. خب قسمت اسست هم اینجا کامپوزیشن هایی که بنا به دلایل مورد نیازش ایجاد کرده و تصاویری که اینجا داریم میتونیم اینجا ببینیم. این تصاویر اینجا ایجاد شده و در داخل طرح ما استفاده شده. میبینید این رنگ رو هم به عنوان یک تصویر اینجا استفاده کرده که ما همین رنگ رو میتونیم کپی بکنیم و روی این به عنوان بلند مود هم استفاده بکنیم. هیچ اشکالی و ایرادی هم نداره یا میتونیم گرادیانت هم با هم ایجاد بکنیم. خب بریم سراغ رفع این موارد. اول لازم میتونید پروژه رو ذخیره بکنید. من کنترل اس رو میزنم، پروژه رو در داخل ایکس تی فایل تحت عنوان میوزیک پلیر ذخیره میکنم. ببخشید بلر میوزیک پلیر پروژه افتر افکت. خب این ذخیره شد، حالا شروع میکنم به کار کردن. پس مرحله اول رنگ این پس‌زمینه این. خب برای این من میام چیکار میکنم؟ اون رنگی که اونجا دیدیم توی قسمت در واقع ایمیج ها بود، همون رو من میتونم به راحتی منتقل بکنم و روی این استفاده بکنم بدون هیچ دردسری. کارهای دیگه هم میشه انجام داد، میشه گرادیانت رمپ هم استفاده کرد از افکت های افتر افکت هست یا یک لیر شیپ در واقع رکتنگل با کورنر رادیوس ایجاد کرد و روش گذاشت. اما خب ساده ترین راه همینه که ما از این استفاده بکنیم. حالا اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم سراغ در واقع بلند مود ها و یک بلند مود متناسب با همین رو اضافه میکنیم. اگر مود رو اینجا ندارید کلیک راست بکنید، کالم و مود رو از اینجا تیک بزنید تا براتون فعال بشه. خب حالا من میام اینجا و مود رو روی مالتیپلای اسکرین قرار میدم. ببینید چی میشه؟ اوپاسیتیش هم اینجا میارم پایین. ترانسفورم و اوپاسیتی رو از اینجا میارم مثلا روی 50% قرار میدم تا تقریبا همون چیزی باشه که ما اینجا لازم داریم. خب این هم از این. از طرف دیگه میام پس‌زمینه رو، خب خیلی بلره، بلرش رو کم میکنم. میتونستم داخل افتر افکتس هم این کار رو انجام بدم یا بیام سراغ گلس قسمت افکتش. خب میتونم برای افکت هم برای سریع‌ترین راه برم سراغ افکت کنترل گلس و اینجا مثلا افکت رو روی 10 تنظیم بکنم که همچین حالتی رو بده و پس زمینه یا حالت شیشه‌ای بگیره. کار دیگه‌ای که میتونم انجام بدم بوردری هست که اینجا ما توی طرحمون داریم ولی اینجا وجود نداره. میریم سراغ افتر افکت، سراغ ایکس دی. اینجا یک بوردر وجود داره که اینجا چون بلر شده بوردر ما دیگه وجود نداره. ما میتونیم یه لایه ایجاد بکنیم دقیقاً روی همین قرار بدیم و اونجا استفادهش بکنیم. برای این کار میتونیم چیکار بکنیم؟ برای این کار میتونیم بیایم اینجا دقیقاً ببینیم این چه شکلی هست. قسمت گلس ما 1970 در 270 با کورنر رادیوس
8 رو روی این قرار میدیم. پس میایم اینجا سراغ لایر نیو شیپ لایر، یه شیپ لایر اولیه ایجاد میکنم، میرم سراغ کانتنت رکت انگل پدش و سایز رو اینجا تنظیم میکنم. سایز من بود 970 در 270. حالا کل این رو میام تنظیم میکنم سنتر، دقیقا چون طرح ما سنتر قرار داره هیچ مشکلی وجود نداره. پس میام اینجا، حالا اینجا فیل رو دیگه من لازم ندارم و سراغ استروک میرم. استروک من رنگی که اینجا داره، اجازه بدید، رنگی که اینجا استروک من داره در واقع یکم سفید هست، میتونم این رو حالت تیره ترش کنم تا به این حالت در بیاد. خب فعلا همین خوبه، یه لایه دیگر رو انتخاب بکنم. خب فعلا همین خوبه تا بریم مراحل بعدیش. میتونم شفافترش هم بکنم، هیچ ایرادی نداره. کل این در واقع شیپی که ایجاد کردیم رو میتونیم شفاف بکنیم یا بریایم اینجا و این رو سفیدترش هم میتونیم بکنیم، یا شفاف فکر میکنم بهتر باشه. اوپاسیتیش رو بیاریم پایین. خیلی خوب، خوبه فعلا. حالا محلی بعدی در واقع سیکبار ما هست که سیکبار رو ما باید اینجا تنظیم بکنیم. سیکبار به این صورته که باید پر بشه و در ابتدای کار اینجا و در انتهای کارم در انتها قرار بگیره. بریم ببینیم سیکبار رو باید چیکارش بکنیم. توی سیکبار عنوان گذاری رو حتما درست انجام داده باشین که به مشکل نخورید. توی سیکبار ما سیک هولدر داریم و سیک فیل رو داریم. سیک فیل باید تغییر بکنه و بزرگ بشه. اگر من اینجوری بیام اینو تغییر بدم و بزرگش بکنم، اجازه بدید من زوم بکنم، بیام اینجا، اگر اینو اینجوری بخوام بزرگش بکنم، هر چی بره جلوتر کش میاد، علاوه بر اون از سمت چپ هم ادامه پیدا میکنه. من اینو نمیخوام، میام دنبال یک راه خیلی ساده تر. راه ساده تر، حالا ما نمیخوام اینجا آلفا میت و لوما میت و این مواردو بگیم، راه ساده تر اینه که از خود این به عنوان پس زمینه و رنگش استفاده بکنیم. این که پس زمینه است، من اینو حذف میکنم، یه دوپلیکیت از این میگیرم، این میشه در واقع فیل من، درسته؟ یه دوپلیکیت دیگه میگیرم، این در واقع میشه ماسک من. حالا این رو میام سراغ تنظیماتش، سراغ ترانسفورمش و اوپاسیتیش رو کامل پر میکنم. رنگی که میخوام بدم همون رنگ اینجا رو من میخوام براش انتخاب بکنم و بدم. میام اینجا پس رنگ رو کپی میکنم، برمیگردم سراغ این قسمت و سراغ کانتنت هولدر فیلش و رنگ قرمز رو اینجا براش مشخص میکنم. علاوه بر اون میام این رو ماسکش میکنم، یعنی برای این لایه ماسکش رو آلفا میت خود ماسک میدم، این ماسکی که اینجا هست. خب الان چه اتفاقی پیش اومد؟ اجازه بدید ببینم اینجا. خب این رو هم حتما بیاین سراغ ترانسفورم و اوپاسیتیش رو ببریم بالا، ببینید کم رنگ شده و جلوه خوبی نداره. حالا برای این که من با این بازی بکنم و کم و زیادش بکنم، کافیه این رو جابجا بکنم به سمت چپ و راست. میبینید اینجا هست ولی دیده نمیشه، دقیقا همون چیزی که من اینجا میخوام و لازم دارم. همزمان خب این هم باید تغییر بکنم. ما یه تغییر اولیه ایجاد میکنیم. خب تغییر اولیه ما به این شکل هست که من میام سراغ فیل و سراغ در واقع پوزیشنم. این پوزیشن در واقع، حالا من میام ثانیه 5 انتخاب میکنم برای شروع. این پوزیشن من در ثانیه 5 کامل هست و باید تموم بشه، این قرار توسعه پیدا بکنه، فقط تر اولیه است. میام ثانیه 0 اینجا دوباره یک کی فریم ایجاد میکنم و پوزیشن رو میارم دقیقا به اول کار. یکم بیشتر زوم میکنم، میام اینجا، دقیقا اینجا قرار میگیره. حواستون باشه که شما حتما از ایزینگ لینیر استفاده بکنید، چون قراره به صورت کاملا آرام این ویدیو پلی بشه. همزمان ما توی این کی فریم، خب میرم کی فریم بعدی، برای این داتم، سیک داتم، دوباره اینجا یک کی فریم دارم. البته دفعه اولی کی فریم اینو ایجاد میکنم، پس پوزیشن این یک کی فریم داریم که در کی فریم اولیه باید در انتها باشه. پس این رو
میام منتقل میکنم، ببخشید ماسکشو کاری ندارم، این رو میام و منتقل میکنم ببینم که چی شد کلا. حالا من اینو دستی میام منتقل میکنم، پوزیشنش رو میفرستم به سمت راست چون سر ناسازگاری داره با ما. خیلی خب، این از این. و میام سراغ اول کار، یه پوزیشن اولی هم بهش میدم. پوزیشن اولی هم که اینجا میام و اجازه بدید من این رو روی هاف تنظیم بکنم که کیفیتم بیاد بالاتر و سرعت کار من بیشتر بشه. خب اینو منتقل میکنم. دقیقا قسمت اول و روی این قسمت. خب کیفیت رو ببرم بالا ببینم چی پیش اومد اینجا. خب دقیقا همون چیزی که من میخوام. اگر من بیام اینجا سراغ یک سوم کیفیت و این رو منتقل بکنم، ببینید دقیقا اینجا داره برای من پر میشه. خب این از سیک بار ما، کار رو تا اینجا ذخیره میکنم. میام سراغ بخش بعدی. بخش بعدی در واقع این دور این هست که خب کار اضافه تولید کردیم، ناچاریم انجام بدیم که تقریبا کامل باشه. این بخش هست، من این رو میخوام انجام بدم. پس میرم سراغ بخش مربوط به دکمه پلی، پیداش میکنم ببینم که خب ریت رو ما اینجا داریم، یه فوروارد ما اینجا داریم و پلی رو داریم. پلی رو من اینو برمیدارم ببینم پلی من کدوم هست. این دکمه پلی من هست، این الیپس پلی من که رینیم میکنم و اینجا میگم الیپس مربوط به پلی من هست. خب میام سراغ این قسمت و سراغ کانتنت. اینجا موردی که من میخوام در واقع خب ببینم فیل من که کاری باش ندارم، میرم سراغ الیپس استروک هم و سراغ خود استروک. اینجا دقیقا همون داستان دش و گپ رو داریم. دش رو من باز میکنم، اینجا یه دش داریم، یکی رو من میزنم اینجا دش و گپ میشه، درسته؟ حالا در شروع کار و در پایان کار من باید مشخص بکنم. در شروع کار دش من 100% و گپ دش من 0% و گپ من 100%، همون چیزی که تو XD اینجا یاد گرفتیم. ویدث ما اینجا چقدر بود؟ خب اگر من بیام سراغ الیپس پدم، اینجا 92 طول من، یعنی طول دایره من. خب بر مبنای این اجازه بدید من برم سراغ مثلا ثانیه 5، اینجا دش 100% رو باید اعمال بکنم. پس میشه 92 ضرب در 3.14 برای این. خب این از این. اجازه بدید من اینجا فول کیفیت رو بزنم ببینیم چی پیش میاد. گپ اینجا میشه 0. اینجا چی شد؟ 92 ضرب در 92 ضرب در 3.14. خب این میشه فولش. این از این. پس اینجا دش و گپ خودم رو میام و ثابت در نظر میگیرم. من اینجا دش رو لازم دارم. برمیگردم قسمت اول کار خودم، اینجا چی پیش میاد؟ دش من میشه 0، گپ من دقیقا همون چیزی که اونجا مشخص کردیم. حالا اگر من این رو مثلا بیارم اینجا، میبینید در حال پر شدن. اما خب یه مشکلی اینجا ما داریم، ما یک آفست داریم که اون رو باید تغییر بدیم. بیایم اینجا و ببینیم که اماونتی که آفست اینجا مشخص کرده، اینو من صفرش میکنم یا میتونیم تنظیم بکنیم یا کلن بچرخونیمش و از 180 درجه که بچرخونیم دقیقا این درست میشه و از بالا شروع میشه از ساعت 12 و به سمت جهت عقربای ساعت حرکت میکنه. پس میرم سراغ بخش ترانسفورم خودم و پوزیشن رو و روتیشن رو دقیقا میگم 180 درجه اینجوری باشه. خب توی صفر من اینجاست و دقیقا انتهای منم اینجا و دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم. خب این از این. تا اینجای کار اینجا رو هم ذخیره میکن. این پس تا اینجا. مورد بعدی در واقع تایم ما هست که اون تایم رو هم باید انجام بدیم و با استفاده از یه اسکریپت نویسیه.
حالا گفتم که چون افتر افکت آموزش نمیدی من سریع این کار رو انجام میدم. من بلد نیستم ولی خب یکم کد نویسی کار کردم تا حدودی. حالا من میخوام تایم رو اینجا تنظیم بکنم. برای تنظیم تایم من باید برم سراغ لایه متنی. لایه متنی من در واقع همون چیزی است که تایم رو اینجا نوشته. عنوان گذاری رو حواستون بهش باشه. من بازش میکنم سراغ لایه تکس، اینجا آلت رو نگه میدارم و میرم سراغ اکسپرشن. توی اکسپرشن من تایم رو لازم دارم. تایم من اینجاست، یعنی اگه من برم جلوتر این افزایش پیدا میکنه. حالا اجازه بدید، یعنی این افزایش پیدا میکنه. خب من دقیقا میخوام بر اساس تایم اینجا مشخص بشه. خیلی سریع این کار رو انجام میدم. خب اینجا من تایم رو میریزم داخل یه متغیر تحت عنوان current time که تایم فعلی اونجایی که در حال پخش هست رو برام بیاره. حالا میخوام دقیقه رو در بیارم. دقیقه من در واقع ام من اینجا میشه، میخوام گردش بکنم مثلور. خب میخوام چی رو به کف گردش بکنم؟ تایم تقسیم بر 60. چون زمان ما، خب زمان صوت ما نهایتا 5 دقیقه 10 دقیقه است، به ساعت نمیرسه، ما اینجوری عمل میکنیم. خب مورد بعدی ام رو اینجا میگم که اگر ام من کمتر از 10 باشه که میشه 0 به علاوه همون امی که داشتم، در غیر این صورت خود ام میشه. حالا دقیقا مثل همین رو من اینجا کپی میکنم و برای ثانیه میخوام استفادهش بکنم. اینجا میشه اس من، اینجا میشه اس من، اینجا اس 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 و اینجا فرق میکنه دیگه. اینجا میشه باقی مانده نسبت به 60 میشه ثانیه من و در نهایت تایمی که میخوام نشون بدم میشه ام به علاوه 2 اس من. خب اینتر بزنم ببینم چی داریم. خب دقیقا همون چیزی که من میخواستم. بریم مدت زمان ویدئوی یا اون موزیک رو با هم ببینیم و دقیقا مثل همون تنظیم بکنیم. بریم سراغ پوشه میوزیک. میوزیک بله و اینجا نگران معنی میشه 3:50 که در انتهای کار خودمون اینجا اضافه میکنیم، میگیم به علاوه. خب اینجا این نمیخواد، به علاوه 0.350 و این هم اینتر. خب اگر من هرچی جلوتر برم دقیقا همون ثانیه که لازم هست رو برای من اینجا نشون میدن. خب این هم از این که ما این رو داشته باشیم. کار رو تا اینجا ذخیره میکنم، فعلا دیگه به این نیازی اصلا ندارم. کار رو ذخیره میکنم، ببینیم مرحله بعدی. مرحله بعدی ببینید بچه ها، مدت زمان ویدئوی ما در واقع، اول یه چیز من نکته اساسی رو بگم. ببینید وقتی که شما کامپوزیشن جدید ایجاد میکنید در حالت پیشفرض روی کیفیت 60 فریم ریتش روی 60، اینو حتما بیارین پایین که خیلی سنگین میشه. من اینو میارم مثلا روی 30. اینجا مدت زمان این کامپوزیشن در واقع باید بشه 3:50. خب اوکی میکنم میشه 3:50. همه رو باید کش بدم تا 3:50 و الا اینجا که برسیم همه تموم میشه و اینجا به درد ما نمیخوره. پس من میام همه رو انتخاب میکنم، پس زمینه خودم هم اینجا برمیدارم، همه رو انتخاب میکنم و از انتها کش میدم تا انتهای کار بیاد. خب دقیقا تا انتها اومده، اما بعضی اون نیومده. چرا؟ چون خودشون کامپوزیشن هم و نیاز دارن که تک تک اینها در داخلشون هر کدوم از اینا تایمش تغییر بکنه. پس من میام اینجا سراغ کامپوزیشن، اینجا ویدیو رو در واقع 30 فریمش میکنم و مدت زمان رو هم 3:50 میکنم. تمامی این موارد رو انجام میدم، ویدیو رو سریع میکنم که وقت شما دوستان گرفته نشه. خب اینم از این. کار دیگه ای که باید انجام بشه در واقع کی فریم های ما باید جابجا بشن.
یعنی اگر ما همه رو انتخاب بکنیم یک یو بزنی و تمامی کی فریم هایی که اینجا داریم انتهاش رو ببریم به انتهای در واقع همون تایملاین خودمون برسونیم. این رو میارم و منتقل میکنم به انتهای تایملاین. دقیقا ببینم تو چه تایمیه. خب دقیقا همین جایی که اینجا هست. حالا دقت زیادی فعلا نمیخوایم، قرار نیست که این رو به عنوان یک پروژه نمیدونم تحویل بدیم. خب این هم از این، این هم از این. خب دوباره برم ببینم کی فریم دیگه ای وجود نداره. نه کی فریم دیگه ای نیست. خب این دوتا را هم من یکم دیگه، اینم یکم دیگه. دقت بکنید که اینها حتما لینیر باشه و از ایزینگ ها استفاده نکنید بچه ها، حواستون به این موضوع باشه. خب دقیقا میره تا اینجا مثلا 3:45 و ویدئوی ما یا در واقع صوت ما اینجا تموم میشه. حالا مورد بعدی، خب صوت رو ما باید اضافه بکنیم به این قسمت. پس میریم سراغ پوشه ادوبی XD22 فایلز و سراغ پوشه در واقع میوزیک و نگران معنی مرحوم پاشایی رو اینجا بیاریم داخل اسیتس خودمون اول اضافه میکنیم و در ادامه به این لایه، حالا لایه زیرم میشه اینجا اضافه کرد که این هم صوت ماست هست که اگر بخوام دقیق تر ببینیم اینجا میتونیم آدیو و ویوش رو دقیقا مشاهده بکنیم که تا انتها ادامه داره. خب کار ذخیره میکنیم و یک نکته پایانی تر میتونیم اینجا انجام بدیم. در واقع اینها رو میخوایم یکم داینامیک تر بکنیم که بهتر بشه. حالا ما نمیخوایم داینامیک کنیم، میتونیم از فوتج استفاده بکنیم و عوض استفاده از رین دراپ از یک فوتج رین دراپ استفاده بکنیم. برمیگردیم عقب سراغ پوشه ویدیو، اینو براتون گذاشتم. خب این هست دقیقاً، من اینو پلی بکنم، اینو به عنوان پس زمینه میخوایم استفاده بکنیم. خب پس من اینو میبندم میرم سراغ این قسمت و در داخل assets هم میذارمش و اینو دقیقاً روی پس زمینه یعنی جای رین دراپ قرارش میدم و مودش رو به اسکرین یا آورلی هم خوبه، به آورلی هم میتونم تغییر بدم. خب میبینید این هم مود آورلی که به این شکل در میاد. خب میتونم این رو در واقع دوپلیکیت بگیرم ادامه بدم ببینم ادامه پیدا میکنه یا نه. خب به تعداد لازم ادامه بدم که مشکل من حل بشه. خب من این رو، این دوتا رو میتونم به این شکل ادامه بدم تا انتها بره. خب دقیقا همون چیزی که ما میخواستیم، ذرات باران به صورت انیمیت اینجا میان. اگر من بیام سراغ کوارتر کیفیتشو ببرم پایین و پلی بکنم، خب اینجا پرفورمنس خوبی نداره، باید یه خروجی کامل گرفته بشه تا پرفورمنس مشخص بشه. من اینجا پاز میکنم که خیلی سنگین نباشه. باید از این یه خروجی گرفته بشه و فایل نهایی رو ببینید که به چه شکلی هست. قبل از اینکه خروجی بگیرم اجازه بدید من اینو توی یک حجم کمتری قرار بدم، توی ابعاد کمتری که سرعت خروجی گرفتم هم بره بالا و سیستمم بکشه اون این نوع خروجی رو. خب میرم سراغ کامپوزیشن، یک کامپوزیشن جدید ایجاد میکنم، ابعاد 12x720، 25 پیکسل هم خوبه، رزولوشن فول و دقیقا همون دیوریشن رو براش مشخص میکنم، اوکی رو میزنم و کامپوزیشن میوزیک پلیر رو داخلش قرار میدم. میتونم همین جوری باشه یا اینکه بیام کلیک راست بکنم ترانسفورم و فیت تو کامپ رو بزنم که دقیقا با کامپوزیشن من اینجا فیت بشه و این رو بیام تغییر بدم. خب اینجا هم میتونم بگم که 720p، یعنی اگه من هر تغییری که بدم میتونم مستقیم بیام سراغ این و 720p شو از این خروجی بگیرم. میام سراغ کامپوزیشن،
اتو ادوبی میدیا انکودر کیو و اون رو به صفحه میدیا انکودر اضافه میکنم. خب من قبلا اینو بازش کردم، اینجا قراره بیاد تا اینجا خروجی نهایی رو ازش بگیریم. شما میتونید کیفیت‌های پایین‌تری در نظر بگیرید یا کراپش بکنید و اندازه حتی در 80 در 80 برای اینستاگرام خودتون یا هر شبکه اجتماعی که مد نظرتون هست. خب من میزنم اینجا و در داخل این قسمت خروجی میگیرم، میوزیک پلیر 720 ببینم که چه میکنه. خب تبدیل رو میزنم، این هم خروجی از میوزیک پلیر من که شروع میکنه به خروجی گرفتن. این دیگه کانکت که شد دیگه میتونیم ادوبی افتر افکتس رو ببندیم که سرعت کارش کمی بره بالاتر. خودش مستقیم از فایلی که تولید کرده داره این کار رو تبدیل رو انجام میده و اینجا هم من ذخیره رو میزنم. خیلی خب این افتر افکت من بسته شد. اینجا هم بسیم ببینم کار ما درست پیش میره یا نه. ویدیو هم طولانی شد ولی خب چاره ای نیست. آره بعد پیش نمیره، خوبه. تقریبا حدود یه نیم ساعتی دیگه ای نمیدونم 40 دقیقه طول میکشه که این تبدیل به صورت کامل انجام بشه. من ویدیو رو سریع خواهم کرد. خیلی خب تبدیل ما هم اینجا تموم شد. ببینیم بازش بکنیم. خب این فایل ما حدود 284 مگابایت. خب خیلی هم میتونیم کمترش بکنیم و با ادوانس ویدو کامپرسور حجمش رو خیلی هم پایین تر بیاریم. اینو بازش بکنم ببینم چی هست. خیلی خب دوستانی هم از این ویدیو گفتم که یک مدل متفاوت هم با ادوبی ایکس‌دی کار کرده باشیم و خروجیمون رو توی افتر افکت انیمیتش بکنیم. مطمئناً از ادوبی افتر افکت برای کارهای دیگه مثل نمایش اصلی و ارائه طرح هم استفاده خواهد شد. خب توی ویدیوهای بعدی یا در واقع توی فصل مربوط به ارائه کمی در خصوصش صحبت خواهیم کرد.